یار جوانان یار من عیسی مسیح دلدار من عشق به دنیا کار من از آن سویت آیم از آن سویت آیم در بامداد زندگی با شادی و فرخندگی مردان با دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ افسرده زردم غم صفرای تو دارد. بینندگان عزیز شبکه 107 پارس، درود بر شما. همراه با یه برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های محور پرستش با تمرکز بر کتاب غزل‌های سلیمان اومدم خدمتتون. امشب مهمان عزیزی داریم، مهمانی که برای شماها خیلی آشنا هستند. معمولاً برادرم کشیش رضا ترکمند نقش میزبانی برنامه ها رو دارن و امشب ما جامونو عوض کردیم. من میزبانم و ایشون با اون طبع زیبای هنری و شعریشون میخوان کلام خدا رو برای ما باز کنند. شما میدونید که ما داریم از شعر شعرها سخن میگیم. کتاب غزل‌های سلیمان رو ابتدا با هم آیاتش رو میخونیم و بعد از اون با تمرکز بر هنر، هنر نقاشی، هنر شعر و هنر موسیقی تلاش میکنیم پرستشی بهینه داشته باشیم. به کلماتی از غزل‌های سلیمان گوش کنید. مرا با لبانت ببوس، زیرا عشق تو گواراتر از شراب است. تو خوشبو هستی، نام تو رایحه مطبوع عطرهاست و دختران عاشق تو می شوند. بیا مرا بردار تا با هم از اینجا فرار کنیم. پادشاه من باش و مرا به اتاقت ببر تا با هم خوش باشیم، زیرا محبت تو خوشتر از شراب است. عجیب نیست که همه دختران شیدای تو هستند. ای دختران اورشلیم، من سیاه چرده اما زیبا هستم، همچون چادرهای قیدار و پرده‌های زرین بارگاه سلیمان. به خاطر رنگ پوستم این چنین به من نگاه نکنید، زیرا آفتاب مرا سوزانده. برادرانم بر من خشمگین بودند و مرا به نگهبانی تاکستان‌ها گماشتند، ولی من نتوانستم حتی از تاکستان بدن خود مراقبت کنم. ای عشق من به من بگو که گلت را کجا میچرانی، هنگام ظهر گوسفندانت را کجا میخوابانی، چرا در بین گله های دوستانت به دنبال تو بگردم. تا حالا با خدای خودتون اینجوری صحبت کردید؟ با عشقتون چی؟ امشب ما فرصت داریم که کلام خدا، کتاب مقدس رو با واژه‌های عاشقانه، عارفانه و مقدس مورد بررسی قرار بدیم. تا چند لحظه دیگه برادرم رضا ترکمند میان به استودیوی محور پرستش و این مرد خدا نه فقط وقف خدا کرده زندگی خودش رو و سابقه زیاد و طولانی نزدیک 3 دهه در خدمت خداوند داره، در نقش مبشر، معلم و خدمات دیگه خدمت کرده در کلیسا، اما این برادر عزیز یه خدمت خاصی امشب برای شما بینندگان عزیز داره. ایشون شاعر هست و میخواد از دید شعری این شعر شعرها رو برای ما توضیح بده و کمک کنه تا من و شما بهتر بفهمیم کلام خدا در غزل‌های سلیمان چی میگه و بتونیم خالق خودمون رو بهتر پرستش کنیم.
من میرم دنبال برادر رضا، همینجا منتظر باشید تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون و دو نفری شما رو خدمت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، بازم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که امشب همراه با برادر عزیزم کشیش رضا ترکمند مهمون خونه های شما هستیم. برادر رضا، من حالا جای شما رو گرفتم و میخوام به شما خوش آمد بگم به استودیوی محور پرستش. خوش اومدید. خواهش میکنم. من خوشحالم که در خدمتتون هستم. همچنین خدمت بینندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم وقت خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. آمین. من حالا تازه میفهمم چقدر کار شما سخت بود توی فصل اول این سری برنامه‌ها که این حالت میزبانی این برنامه رو داشتید. من واقعا خستم شده از میزبانی. ای کاش از اول شما شروع کرده بودید. ما تخصص دارید تو این کار. نه خواهش میکنم، من زیاد متخصص زیاد حرفه‌ای نیستم. زیاد خوشحالم که با هم همکار هستیم. بازم منم همینطور. برادر رضا، توی چند جلسه خیلی جلسات پیش فرصتی بود تونستیم با عزیزانمون برادر داریوش عزیز، خواهر آناهیتای عزیز یه مقداری مرور بکنیم، ببینیم که خب کتاب غزل‌های سلیمان چه جایگاهی در کتاب مقدس داره. اما توی اون جلسه زیاد نتونستیم وارد مباحثی مثل مباحث ادبی این کلام بشیم، کتابی که خیلی در موردش صحبت‌های متفاوت میشه. بعضی وقتا واژه‌هایی مثل این آیاتی که چند لحظه پیش خوندم، بوسه و نمیدونم لب و چشم و این چیزا توش زیاد، ابرو و این چیزا زیاد، یه مقداری مشکل میکنه فهم مطلب رو. اما خیلی ممنونم که شما به عنوان کسی که هم کلام خدا رو خوب بلدید هم طبع شعر دارید اومدید تا کمکمون کنید این شعر رو بیشتر بفهمیم. اجازه میدید قبل از این که بریم سراغ اولین سوال، من یه نقل قولی از اوریجن نوشتم بخونم؟ خواهش میکنم، بفهمید. خوشحال میشم. میخواید قبل از اینکه ادامه بدید اصلا یک معرفی از اوریجن بکنید که کی بوده برای بینندگان عزیز؟ بله بفهمید. خب از پدران کلیساست. در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی میزیسته. نوشته های ایشون خیلی مهم هستند برای شناخت ایمان مسیحی در قرن دوم سوم میلادی. مبارک است کسی که وارد صحن قدس شود، ولی بسیار مبارکتر است کسی که وارد قدس الاقداس، مقدس‌ترین اماکن بشود. به همین نحو مبارک است کسی که سرودها و مزامیر را، مزامیر روحانی را بداند و بخواند، ولی بسیار مبارکتر است کسی که غزلها را بسراید. یه برکتی داده. نظر شما راجع به حرفای اوریجن چیه؟ چطور خود شما به عنوان کسی که کلام خدا رو خوب میخونید احساس میکنید؟ نظرتون چیه راجع به حرف ایشون؟ نظرشون کاملا وقتی که ما به تاریخ قوم یهود نگاه میکنیم و در پرستش های اونها میبینیم، به طور خاص مثلا من توی جایی میخوندم که خاخام های یهودی حتی وقتی میخواستن این کتاب رو بخونن، اول اینکه اونها هم خاخام های یهودی این کتاب رو خطاب میکردن به قدس الاقداس. بله. و موقع خوندن یا قرائت این قسمت از کلام این کفش های خودشون رو در میوردن، یعنی به نشانه احترام و به خاطر تقدسش، یعنی یک واژگان پرمحتوا و محترمی بوده. احساس انقدر احساس نزدیکی و صمیمیت بین خودشون و خالق خودشون خدا بوده که این کتاب رو بهش میگن قدس الاقداس، انگار که ما رفتیم وارد قدس الاقداس شدیم. حالا اگه بینندگان عزیز اون بک‌گراند یا گذشته پیشینه قوم یهود رو ببینن که قدس الاقداس اصلا چی بوده، چطور وارد اون صحن میشدن، چه کسی میرفته و با چه شرایط و که در واقع توی کلام خدا میخونیم در هیکل اورشلیم، هیکل سلیمان، وقتی خدا دستور ساختش رو داد خیلی قواعد و قوانین مهم بود. صحنها، سایز خونه، جایی که بود، پرده هایی که جدا میکرد، هر قسمتی رو عده خاصی اجازه داشتن وارد شن. در انتهای این صحنهای مختلف وارد مراحل مختلف که میشدیم قدس بود، بعد از قدس یه جایی بود که فقط کاهن اعظم
اونم سالی یک بار اجازه داشت وارد بشه و به نیابت از طرف قوم قربانی بگذرونه و اونجا قدس الاقداس، مقدس‌ترین مکان روی زمین بود و این رو تشبیه کردن توی کلام خدا. وقتی بگیم کتاب مقدس اگه صحن خداست، کتاب مقدس اگه کاملیت حضور خداست، اون کتاب کوچولوی غزل‌ها قدس الاقداس مقدس‌ترینشون هستش. همین واقعیت خیلی ما رو میتونه درک این حقایق میتونه ما رو نزدیکتر بکنه به این کتاب. من خودم اول یادم که نوجوان بودم وقتی به کلیسا اومدم، انقدر مردم میترسیدن یا که نزدیک این کتاب بشن به خاطر اون حجب و حیایی که حالا توی فرهنگ ما هست، توی ادبیات ما هست، توی جامعه ما هست، خیلی میترسیدن که نزدیک این کتاب بشن. کتاب همون واژگانی که شما فرمودید که از اعضای بدن انسان حالا و یه مقدار اون شرم و حجم و حیا موجب میشد که افراد نیان نزدیکش. یا مثلا ما توی هیچ وقت ندیدیم توی هیچ کانون شادی یا توی ساندی اسکولی راجب غزل‌ها رو درس بدن. نه فقط کانون شادی، ببینید حتی ما در کلیسای پرزبیتری که من در امریکا هستم، ما یه سری قرائت داریم که از منبر باید هر هفته قرائت بشه، که وقتی اینا رو دنبال میکنیم در سه سال تقریبا تمام کتاب مقدس خونده میشه. غزل‌ها جز اونا نیست، نه اینکه جز کلام خدا ندونیمش. بعضی از خادمین خدا احساس میکنن که از روی منبر این رو اعلام کردن وقتی بچه و این چیزا هسته شاید شایسته نیست. من به اونا احترام میذارم، اما تلاش ما امشب برای بیننده هامون اینه که بگیم اتفاقا اشکالی نداره، ولی باید بدونیم چی میخونیم. کلام خدا رو اگه بخونیم و نفهمیم اون بده، مهم نیست کدوم قسمت، ولی وقتی کلام قوتمند خدا رو میخونی میبینیم در لابلای این واژه ها چقدر برکت نهفته، چه بیان عظیمی از عشق هستش، برکت میگیری. دقیقاً با همین واژه عشق که تعاریفی پرمحتوا توی فرهنگ‌های مختلف داره ما میخواییم ادامه بدیم، چون که این کتاب واقعاً یک گفتگوی عاشقانه بین دو نفر، عاشق و معشوق، محبوب و محبوبه. و خب درسته که وقتی این کتاب رو میخونید قسمت بیشترش رو گفته های محبوبه بیان میکنه، ولی بیشتر داره این کتاب به ما نشون میده که من یک کتاب الهیاتی نیستم. من نمیخوام در رابطه با الهیات و اینها صحبت کنم، تاریخ و این چیزا نیست. میخواد این کتاب در رابطه با دقیقاً مرکز کتاب مقدس قرار گرفته. بله. تا به ما اون رابطه و پرستش عاشقانه رو برای ما تعریف کنه. جز طبقه بندی های کتاب مقدس وقتی من نگاه میکردم توی عهد عتیق، حتما بیننده های ما میدونن کتاب مقدس ما مسیحی ها دو قسمت داره، عهد عتیق و عهد جدید. توی عهد عتیق وقتی نگاه میکنیم داخل خود عهد عتیق سه دسته کتاب هست: تورات که پنج کتاب اول موسی است، نبوت ها که کتاب های پیشگویی شامل انبیاء بزرگ و کوچکه، و همینطور نوشتجات، سایر نوشتجات که نوشتجات تاریخی و نوشتجات حکمتی یا ادبی توش هستش. سه تا حرف تورات، اول حرف تورات، نبوت ها و کتاب ها رو وقتی با هم مخلوط بکنیم به عبری میشه ت نون خ تناخ بهش میگن. اما قسمت این کتاب غزل ها جز قسمت کتب حکمتی هست، درش حکمت نهفته، اما این حکمت خیلی فرق داره با اون حکمتی که ایوب هم مثلا جز کتاب حکمتیه. اما حکمتی که ایوب داره ازش حرف میزنه راجع به حکمت اخلاقیات، مسائل درد و مسئله درد و رنج رو داره مطرح میکنه، یا حکمتی که در مزامیر یا امثال داره مطرح میشه راجع به ترس یهوه است. اما حکمتی که غزل ها میگه یه حکمت کاملا متفاوتیه. میگه حکیم کسیه که عاشق کسی بشه که برای او جون داده. حکیم در تفکر قوم اسرائیل میگه قوم اسرائیل که خدا رو بشناسه. در تفکر ما مسیحیان حکیم کسی است که رابطش رو با عیسی مسیح که برای کلیسا مرد عاشقانه بکنه. دقیقاً به اشاره کردی به فرهنگ یا دیدگاه یهودیان و دیدگاه ما مسیحیان، که باید بگم
تفاوت توی این دو تا دیدگاه هم یکی از اشکالاتیه که برای تفسیر این کتاب در نظر گرفته شده. به طور مثال دیدگاه ما مسیحیان امروزه یک دیدگاهی که تحت تأثیر فرهنگ و عرفان یونانیه. بله. اونها بله. به دو چیز اعتقاد داشتن و اون معنویات و مادیات بود و میگفتن خب بچسبید به معنویات، هرچی بیشتر بچسبید به معنویات مادیات رو بنازید دور، این زندگی شما خیلی بهتر و روحانی تره. البته تمام تفکر مسیحی این نیست، بعضی از تفکرات این هستش که درش بوده، بل تحت تأثیر قرار، ولی از این شاخه های مختلفی منشأ میشه. ولی خب فرهنگ یهودی یک خدای متفاوتی رو به ما معرفی میکنه، اگه خدا خالق همه نیکویی هاست، همه حتی مادیات هم جز خیلی نیکوی زندگی ماست و ما به اون همه اهمیت بدیم، چون خدا اهمیت داده و اگر این کتاب این وسط قرار گرفته دلیلش اینه که خدا اهمیت میده. همینطوره. من داشتم میخوندم یه جایی و واژه عبری دیدم که خیلی خوشم اومد، فکر کردم مرتبط میشه با صحبت‌های امروز ما، و اون در ارتباط با کتب حکمتی 5 تا کتاب هست در عهد عتیق که یهودیان بهش میگن خمش مگلات. خمش مگلات، خمش اگه نقطه‌های شین رو برداریم معرب میشه، میشه خمسه، عربی میشه خم، عربی خمسه، این 5، مگلات یعنی تومار، نوشتار، 5 تومار، 5 نوشتار. خمش مگلات اشاره به 5 کتابی هستش که قوم اسرائیل به صورت مرتب در 5 زمان مختلف در سال اینها رو میخوندن و تکرار میشه. ببین قوم اعیادشون. بله، در اعیاد مختلف. قوم اسرائیل یه چیز زیبایی که داشتن تکرار بود. از تکرار خسته نمیشدن. چون کلام خدا میگه سینه به سینه نقل کنید و بذارید این برای شما ماندگار بمونه. این 5 تا کتاب یا 5 تا تومار به ترتیب میگم، ولی آخری رو طبیعیه، غزل غزل هاست. اولین توماری که هست تومار روته، کتاب زیبای روت هست که در کتاب روت ما میبینیم زمان برداشت محصول این اتفاقات داره میفته. برای همین همیشه ایام عید برداشت محصول که نزدیک پنتیکاست هست کتاب روت رو میخونند. کتاب دوم کتاب استره، کتابی که در واقعه اون در ایران اتفاق افتاد و یهودیان از قتل عام نجات پیدا کردن، قتل عامی که توطئه بود، و اون رو در ایام عید پوریم، هر سال عید پوریم که میشه کتاب استر رو میخونند. کتاب مراسی ارمیاست که در روز نهم ماه ابیب میخونند و اون ایام به یادشون میفته که 5-6 قرن پیش از میلاد مسیح چطور اورشلیم نابود شد و به یاد اون روزها عزاداری و گریه میکنند و نگران، در واقع به یاد میارن درد روزهای سختیشون رو، دردشون رو. شاید اصطلاح عزاداری و گریه زیاد صحیح نبود، اما سختی های زندگی رو به یاد میارن. کتاب چهارم کتاب جامعه سلیمان هست که در ایام عید خیمه ها خونده میشه و بعد غزل های سلیمان. میدونید کی میخوننش؟ ایام عید عموما توی بله فسح، زمانی که از بیاداوری زمانی که خدا اونها رو از اسارت 400 ساله از مصر توسط موسی آورد بیرون. خدا در کتاب غزل های سلیمان پیام رهایی داره. میگه عاشق خدا، کسی که میخواد خدا رو بپرسته، نباید در قید و بند واژه ها باشه، باید خدا رو طوری بپرسته که ما شبیه اون رو در ادبیات عرفانی ایران خیلی زیاد داریم. همینطوره. ما یک نکته‌ای که توی ادبیات خودمون داریم و این رو حتی توی ادبیات عبری ما نمیبینیم، ادبیات عبری آری از اون صفت ها رو نمیگه. به طور مثال ما میگیم این درخت خیلی دلپذیره، خیلی دلانگیزه، ولی اونها مثلا برای به کاربرد کلمه غزل ها رو نمیتونن نمیگن که غزل دلانگیز، میگن غزل ها. اما مفهوم همونه، بهترینه. آره، ولی مفهوم همونه، مثلا پادشاه پادشاهان. آره. یعنی بهترین پادشاه، دلیلی که از دلایلش. بله 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 بله، درسته. من داشتم نگاه میکردم در کتاب غزل های سلیمان، مثل یک کتاب شعری قوی، یه سری واژه های سطحی و زمینی استفاده شدن تا از یک رابطه عمیق و آسمانی صحبت بکنن. به نظر یکی از نویسندگان میگه که این نوشته ای که نباید مجازی در واقع تلقی بشه، بلکه حقیقی هستش و معنوی هست. میگه این شعر
کتاب غزل غزلها شعری است که از شعور و معرفت الهی سرچشمه گرفته. یعنی مسئله شعور انسانی و واژگان انسانی نیست، خیلی بالاتر، کتابی است بسیار روحانی. خوبه که با این کتاب حدوداً 4 الی 5 بار به زبان فارسی توی کشور ما ایران ترجمه شده. اشاره بکنید به این ترجمه ها لطفا. اگر بخواید که من کاغذی رو اینجا داشتم که یکیش که من دستمه که ترجمه مژده برای عصر جدید. بله بله، از کتاب قاموس کتاب مقدس اشاره کرده، میگه این کتاب در پاسخ به تمنای روح آدمی این غزل ها به اکثر زبان های زنده جهان ترجمه شده. در پاسخ به تمنای روح آدمی 1377 انتشارات اساطیر تهران اینو ترجمه کرده این کتاب. یعنی در زمان انقلاب اسلامی. بله 1377 1377 در زمان انقلاب اسلامی. دقیقاً غزل غزل‌های سلیمان ترجمه پرویز ناتل خانلوری. ناتل خانلوری بله. مجله سخن سال 12 شماره 12 چاپ 1341. واو، قبل از این موقع هنوز بنده و شما در حیات نبودیم. این ترجمه احمد شاملو بوده. قسمت بعدی از انتشارات طهوری که من اصلا کتاب مقدس هم از همین انتشارات خریدم. بله. اولین بار 1347 ترجمه شده از ترجمه های احمد شاملو، شاعر معاصر و نوپرداز زنده یاد که هنوز کتاب های ارزنده ای رو منزش داره و همینطور ترجمه های خوب. و شاهرخ مسکوب، مجله کلک یا کلک، شماره 55-56 1373. من میدونم لیست طولانیه برادر رضا، ولی چیزی فاضل خان حمیدانی که اشاره کردیم از کتاب مقدس رو که ترجمه. بله، ترجمه فاضل خانی. بله، ترجمه فاضل خانی که خیلی معروفه و به ترجمه قدیم معروف هستش، 1895. صحبت‌های زیادی هست راجع به غزل‌ها. من و شما حالا باید بریم مهمون خونه مردم باشیم. بذارید یه استراحت بکنیم، گلوی تازه کنیم و برگردیم. بینندگان عزیز، این یه ابتدا بود، هنوز وارد این اقیانوس نشدیم، فقط پایی به آب زدیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمتتون و بیشتر با این کتاب آشنا بشیم. بله دوستان عزیز، ادامه میدیم برنامه خودمون رو. منصور جان، در رابطه با همین سروده ها، این غزل غزل ها گفتیم که خیلی عاشقانه است. این سرودهای عاشقانه توی جشن ها، توی میهمانی ها، توی عروسی ها، اینها با آلات موسیقی مختلف اینها به کار میرفته. البته اینها داریوش جان خیلی بهتر میتونه توضیح بده در این زمینه، ولی خب نظر شما چیه؟ من فکر میکنم که همینطور که شما میگید دقیقا همینه. آیات کمه، 117 تا آیه بیشتر نیست، 8 تا فصل و 6 تا غزل، یعنی مسئله کمه. اما زیبایی شعر همینه. زیبایی شعر اینه که تو سخنان کم با واژگانی محدود مفاهیمی عمیق رو بگه. و در خصلت غزل غزلهای سلیمان یه تشابهی هست مثل با اشعار مثل مولانا، مثل حافظ، مثل دوبیتی‌های عطار، مثل فریدون مشیری، که اینا کمک میکنه واژه‌هایی که بیان میشه یک ظاهر داره و یک واژه‌ای به کار برده شده، اما منظور چیز دیگه میتونه باشه. مثلا تو این شعری که از حافظ ما آماده کردیم برای بیننده‌های عزیزمون، میخوام این چند خطش رو بخونم با عزتون و بعد شما یه مقداری کمک کنید اینو بهتر بفهمید. حافظ میگه: تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده قنچه می درد خنده دلگشای تو، شور شراب و سوز عشق آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو، مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. من خاطرم اومد که یک توی سرودنامه کلیسای ایران
ما یک سرودی در این بحث داشتیم مشابه این سرود سرود بسیار زیبایی بود و همینطور که توی این شعر میبینیم تصاویری رو میده و صفاتی رو به کار میبره که ما رو به عمق اون عشق درونی خودش میبره، رابطه عاشقانه خودش با معبود خودش داره میبره. شور شراب، سوز عشق، اینا تصاویری پرهوس بتونه وصل کنه ما رو به اون حقیقتی که توی فکر و توی ذهنشه. دقیقاً به این کار، به این تصویرسازی که کمک میکنه از طبیعت، از چیزهای دیگه، ما توی ادبیات بهش تمثیلی هم میگن، یعنی یک کار تمثیلیه. تمثیلی به مفهوم این که شما یک چیزی رو، داستانی رو میسازی یا یک کمک میگیری از طبیعت خودت تا بتونی یک حقیقتی رو بیان کنی. درسته. تفاوتش با شبیه سازی در اینه که شبیه سازی واقعیته، با واقعیت. بله، ولی تمثیل هست. من توی این خیلی چیزها میتونیم در موردش صحبت کنیم، اما با محدودیتی که داریم روی زمان میخوام تمرکز بکنیم روی موضوع درسمون و بعد تشویق بکنیم بیننده های خودمون رو به گام بعدی. ما میخوایم بگیم به طور به زبون خلاصه و ساده اینه که بین شعر فارسی و شعر کلام خدا در غزل غزلهای سلیمان تشابهات زیادی وجود داره. اگه ما ایرانی ها، ما فارسی زبان ها، ما افغانی ها، ما تاجیک ها، کسانی که فارسی بلدیم، کسانی که میدونیم شکر شکن شود زین قند پارسی که به بنگاله میرود یعنی چی، ماها میتونیم غزل غزل ها رو بخونیم و مفاهیمی خیلی عمیق تر ببینیم. پس برای من جای نگرانی نداره که بخوام کتاب غزل غزل های سلیمان رو بخونم یا در موردش موعظه کنم. بیننده های عزیز، این فقط یه شروع بود، یه شروعی از آمادگی برای فرو رفتن در بحر کلام خدا، در قعرهای این اقیانوس زیبا. میخوام تشویقتون کنم تا هفته بعد چند آیه از کتاب غزل غزلهای سلیمان رو مطالعه بکنید لطفاً. یکی چند تا اشعار ایرانی رو هم بد نیست نگاه بکنید با آمادگی بیشتر. تشریف بیارید در برنامه بعدی، باز خدمتتون خواهیم بود هفته دیگه همین موقع از همین استودیو با برنامه محور پرستش. به امید دیدار و خدا یار و نگهدارتون.